از هر یک از مبارزات 70 سال گذشته تصویری گویا به جای مانده است. ویتنام، چین، عراق و حالا ایران. 30 خرداد 1388 گلوله‌ای قلب یک زن جوان ایرانی را شکافت. A woman, this murdered woman, suddenly became the symbol of everybody else that was murdered by the Islamic Republic. The voice which you're hearing, that's calling her, Neda, please, it's like that. No, stay with us, don't go. I mean, this is just so shocking. She started looking, like looking to the camera, looking to us. Look, I'm dying. Look, I'm dying. I was killed. And she died with open eyes. This was amazing. I was there. I saw that innocent girl dying just in front of my eyes, and I know that Iran will never be the same after Neda's death and after that video, and people of the world would never look at Iran the same way they looked at it before Neda's death. دوربین‌های موبایل لحظات مرگش را ثبت کردند و تصویرش ظرف چند ساعت پس از مرگش به کامپیوترهای سراسر جهان رسید. The Neda video was, in my opinion, the world's most successful viral video. Somebody who captured this video on their cell phone was able to get that video in the hands of presidents and prime ministers and kings and influential leaders all around the world in a matter of moments. Have you seen this video? What is your reaction? It's heartbreaking. And I think that anybody who sees it knows that there's something fundamentally unjust about that. مرگ ندا توجه جهانیان را به اعتراضات انبوه در برابر انتخاباتی مخدوش در ایران جلب کرد. همان زمان که میلیون‌ها معترض ایرانی با دستبندهای سبزشان در خیابان‌های تهران راهپیمایی می‌کردند، خیلی زود در صدها شهر در سراسر جهان دیگران هم با مردم ایران همراه شدند. چهره آغشته به خون ندا بر تیشرت‌ها و پلاکارت‌ها ظاهر شد. مردم همه جا در گرامی داشت او به خروش درآمدند. در پاریس رضا دقتی، عکاس مشهور، تمام کارمندان و استودیوی خودش را وقف تولید ماسک‌های ندا کرد. ماسک‌ها را به پایتخت‌های کشورهای مختلف فرستادند و راهپیمایان معترض با این ماسک‌ها بر چهره فریاد برآوردند که ما همه نداییم. ندا، آقا سلطان، به راستی ندا و جان یک انقلاب ایرانی شد. مردم در سراسر جهان بیدار نشستند و لحظه به لحظه این شجاعت خارق العاده را در برابر وحشیگری نظاره کردند. اما درباره این زن جوان که برای میلیون ها نفر نمادی قدرتمند شد چه می دانیم؟ ندا که بود؟ نماینده چه بود؟ برای چه کشته شد؟ خانواده اش هنوز در ایران زندگی می کنند و هرچند مادرش قبلا عکس های ندا را پخش کرده و از راه اینترنت به پرسش های مکتوب پاسخ داده، اما تا کنون هیچ کس داستان ندا را بی واسطه نشنیده است. آیا می شد به شکلی با این خانواده مستقیم تماس گرفت؟ تمام رسانه های خارجی از ورود به ایران منع شدند و آنهایی که سعی می کنند مخفیانه وارد ایران شوند، خودشان و هر کسی را که ملاقات کنند به خطر می اندازند. آیا هیچ خبرنگار ایرانی حاضر می شد به این خانواده نزدیک شود؟ تمام پاسخها منفی بود. خبرنگاری جواب داد
اینجا هر کار خبرنگاری یعنی جاسوسی. ترجیح میدم تابستان را در کنار استخرم بگذرانم تا در سلول متعفن زندان ایوین. و حق داشتند که بترسند. در هفته ها و ماه های پس از مرگ ندا، شهروند خبرنگاران ایرانی مدارک تکان دهنده ای از خشونت و بازداشت های خودسرانه حاکمیت ایران را پخش کردند. کسی جرأت میکرد رژیمی چنین درندخو را تحریک کند؟ پس از جستجوی طولانی، داوطلبی قابل از راه رسید. سعید کمالی دهقان، جوانی 24 ساله که شجاعتش زبان زد بود. او این چالش را پذیرفت. سعید در دوران اعتراضات در ایران بود و برای روزنامه گاردین لندن و سی ان ان گزارش تهیه میکرد. سعید اولین کسی بود که نام خانوادگی ندا را کشف کرد و همینطور آپارتمان محل زندگی ندا و پدر و مادر و برادر کوچکترش را. سعید تجربه فیلمسازی نداشت، اما یک دوره فشرده در مبانی فیلمسازی گذراند و دوربینی دریافت کرد که آنقدر آماتور به نظر می رسید تا از گمرک و حراست ایران عبور کند. روز 26 آبان سعید فقط مجهز به سلسله پرسش‌هایی برای خانواده ندا از راه پاریس و دبی عازم تهران شد. روز 29 آبان صبح زود با ایمیل خبر داد که به سلامت از گمرک و حراست گذشته و در تهران آماده تهیه گزارش است. تنهای تنها بودم و یکی از بزرگترین کارهای زندگی رو خواستم بکنم. اول از همه با برادر ندا تماس گرفتم و 4 روز بعد دوباره تماس گرفتم و فهمیدم که خانواده قبول کردن که باشون گفته بکنم. شب اول یادم میاد که چقدر استرس داشتم، چقدر میترسیدم. احساس میکردم که اتفاق بدی ممکنه بیفته. دلم خیلی شور میزد. مثلا موقعی که داشتم زنگ در خونه‌شون میزدم احساس میکردم که بسیج، نیروی امنیتی که خونه‌های اطراف ممکنه باشن هر لحظه منو بگیرن. داشتم وارد خونه دختری میشدم که سمبل آزادی ملت بود و یه دسته گل داشتم گرفته بودم و وقتی که وارد خونه شدم عکس ندا رو دیدم انقدر احساساتی شدم که گریم گرفت. یهو دلم هر ریخت و خانواده ندا بود که مجبور شد در حالی اول من آروم کنه. بعد از ملاقات دوم خانواده ندا پیام فرستادند که حاضرند از آنها فیلم برداری بشود. قرار شد سعید فردای آن شب به خانهشان برود. ضمناً چند اس فرستاد و گفت اگر تا 3 روز دیگر از او خبری نشد با این اسامی تماس گرفته شود. یه لحظه با خودم گفتم خدای من، واقعاً تو خونه ندا دارم فیلم برداری میکنم. اولین باری که وارد اتاق شدم به این فکر میکردم که ندا هر روز از همین جا عبور میکرده. همین جا میخوابیده. دیگه برام غریبه نبود. از همون اول مادر ندا خیلی گرم با هم برخورد کرد. اول خانم رستمی صداش میکردم. یکم که گذشت مادر صداش کردم. در واقع من خودم به تنهایی بچه‌هامو بزرگ کردم. کار آقای سلطان اینجوری بود که همش خارج از تهران بوده. ساعت‌ها درباره ندا صحبت کردیم. اونطور که مادرش توصیف می‌کرد از همون زمانی که از شکم مادرش بیرون اومده دختر سرکشی بود. یعنی از 3 سالگی اینجوری بود خودش دفاع می‌کرد، زیر بار حرف زور نمی‌رفت. دبیرستان اونجا باید با چادر می‌رفتن بچه‌ها دخترها. و ندا هم تونست مبارزه کنه، چادر رو از سرش برداره و مغنه بلند کنه. رو راست بود، به خاطر نمیتونه چیز وقت فیلم بازی کنه. همیشه میگو من موندم آدم ها چجوری دورو دارن، چجوری فیلم بازی میکنن. من نمیتونم. ظاهر و باطنش یکی بود. شب دوم خواهر ندا هدا
با ماشینش ما رو به آپارتمانش برد و همه حرفهای مادرش رو درباره ندا تایید کرد. خیلی کمتر پیش میومد دروغ بگه. چون میگم چون نمیترسید، چون از چیزی نمیترسید بهتر دروغ هم نمیگفت. مثلا میگفت تهش فوقش میخواد این بشه دیگه، مثلا میخواد چی بشه. یه چی میگم نمیترسید که ندا و هدا هستم. از هیچ فرصتی برای دیدن عکس‌ها و شنیدن داستان‌ها و خاطرات ندا دریغ نشد. فرصتی بود برای معرفی ندای واقعی به جهان و خانواده تلاش خود را کردند تا حتی در اوج غم و اندوه همچون ندا قوی و بالنده باشند. از این لبخندام می‌زد ندا. ندا که فقط لبخند می‌زد. ندا فقط می‌خندید. این موقع بعد پیدا می‌کنه که موقعی که نخواد بخنده یا لبخند نداشته باشه. که دقیقاً فقط دو سه تا عکسای اخیری که اخیراً عکس انداخته بود، یعنی یکی ماه قبل از فوتش، فقط 3-4 تا عکس تونستیم پیدا کنیم که لبخند نداشته باشه. یاد ندا حتی برای لحظه ای از ذهن این خانواده دور نمی شود. این پیرا رو خرید که معافی جشن معافی محمد بپوشه که نپوشید. آخر خریدش این بود، دوربین عکاسی بود دیگه. برادر ندا محمد از همه به اون نزدیکتر بود و زمان قتل ندا تا به امروز موهای سر و صورتش را در عزای ندا اصلاح نکرده است. آزادی برای خودش اول از همه چیز آزادی میخواست. فقط میگفت اینجا زنا تقریبا یه جوری شرایطشون نمیتونن مثل همه آدم های دیگه زندگی کنن. میگفت اینجا زنا واقعا تحت فشارن. میگفت خودم یه زنم، حق این که بدون حجاب برم تو خیابونو ندارم. پدر ندا علی برای یک شرکت حمل و نقل کار می کند و با اینکه اغلب اوقات از خانه دور بوده، ندا را به خوبی درک می کرده. اصلا ترس تو وجود این نبود. بعد من به خاطر واقعا اون شجاعتش خیلی دوستش داشتم. خیلی هم الان برای من مهمه. ندا دختری شجاع و صادق بود و از همان روز اول در برابر استبداد مقاومت می کرد. جانی آزاده، اسیر رژیمی که این صفات را در زن بر نمی تابد. After the revolution, the first targets, the first victims of the revolution were women. The first progressive law they repealed was the family protection law, which protected women at work and at home. And the first targets again were women's clothing, veil, and some of the most reactionary laws, like changing the age of marriage from 18 to 9, depriving women of their civil and judicial rights. And every single reactionary law, the worst kind, pertains to women. زن اگر همراه با مردی جز خیشاوندان نزدیکش در ملأ عام ظاهر شود، در خطر بازداشت قرار دارد. طبق قانون بازوها، پاها و موهای زن باید در حضور مردها پوشیده باشد، حتی در دریا. در شهرهای بزرگ زنان تا آنجا که می توانند این حدود را پس می زنند، مثل پوشیدن روسری های شاد و رنگارنگ که بخشی از موهایشان را به نمایش می گذارد. اما با این کار مدام در خطر بازداشت به دست نیروی انتظامی و یا بسیج هستند. زنان و مردان بدنامی قرار است حافظ ندا. I was 15, 16, walking in the streets of Tehran, and all of a sudden a Basiji car stopped, and six of them got out of the car with their AK-47s and surrounded me, and they wouldn't look at me, and saying, "Sister, your chest is showing," and maybe a quarter size of my chest was showing. I had worn my hijab and tied it in the back, and they were wanting to take me with them, and I started to scream, "How dare you look at me from across the street and are looking at my chest? You're not mahram. I won't let you arrest me. You have to bring somebody else to arrest me." And they thought, okay, she's crazy. We better leave this one alone. But yes, it's humiliating, humiliating. در بسیاری از نقاط کشور، عرف چادر سیاهی است که تمام بدن را می پوشاند.
As a woman, you have to disappear in the public eye. You cannot be. And so the more you attract attention to yourself, the more you're targeted, because you are supposed not to be. You are supposed to be invisible. What is unbearable and ignominious is the power that a regime claim to control your body. And this is a direct attack to your freedom and dignity. And I think that is what makes the whole issue of dress code unbearable. از این روسری، از اینکه نمیتونه راحت تو دریا بره، راحت نمیتونه تو خیابون بره. از این حجاب اجباری اذیت میشد. واقعا زجر میکشید. قانون آزادی زن را به شکل‌های گوناگون دیگری هم محدود می‌کند. زن بی اجازه پدر حق ازدواج ندارد. طلاق حق مطلق شوهر است که حق قیومیت فرزند را هم از 7 سالگی به بعد دارد. اگر زن دوباره ازدواج کند، این حق را زودتر هم از دست می‌دهد. اینو من الان تا 20 روز دیگه وقت دارم، نمیدم الان. 20 روز دیگه گفت، 20 روز دیگه نمیتونم. ازدواج کردید، وقتی که ازدواج بکنید بچه شما نمیرسید. من خود روانی میشم به قرآن مجید، این بچه هم چه رویه قرار دارن. از همه مهمتر، ارزش جان زن نصف مرد است. در دادگاه شهادت زن نصف شهادت مرد اعتبار دارد. این به ویژه در موارد تجاوز به عنف یا اعمال خشونت بسیار ناعادلانه است. If the man says, no, I did not assault a woman, and a woman says, yes, you did, she has no chance of obtaining a conviction against the man. Even worse, the woman would subsequently be indicted for bringing false testimony. ایران نسبت به جمعیتش بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد. غیر از قتل، زنا، در اختیار داشتن مواد مخدر، اعمال همجنسگرایانه و حتی اعتراض مدنی مستوجب اعدام دانسته می شود. سن مسئولیت قانونی در برابر جرم برای دختران 8 سال و برای پسران 14 سال است. اگر دختری 8 ساله مرتکب جرمی مستوجب اعدام شود، در زندان محبوس می ماند تا در روز تولد 18 سالگیش اعدام شود. For certain crimes, the death penalty is not administered by hanging, but by stoning. And stoning happens in a way, but you're being buried in sand or in the ground up until your waist. And the rule is, if you manage to get out while people are throwing stones at you, you are free. You can leave. That's the rule for a man. However, women are not being buried up until their waist, but up until their breast. With the arms also being buried. چه تضادی است میان گرما و فضای سالم این خانه و آن ایران دیگر، آن سوی دیوارهای این خانه. و چه شجاعتی حال آنکه می‌دانند از دست این حکومت چه برمی‌آید. اما شاید با حرف زدن بیشتر در امان باشند. The fact is that Neda's family now belong to the whole nation. So they are, people feel responsible towards them. Anything that happens to them will just incite a new rage. And I'm sure that the government doesn't want that. So somehow, yes, they are protected by the love of the people of Iran towards Neda. خانواده ندا از گفتن هیچ چیز کوتاهی نکردند. شعرهای ندا، دفتر خاطراتش. روز به روز، ملاقات، ملاقات، ملاقات با امیر، مردی که از نوجوانی عاشقش بود و در 21 سالگی در سال 1383 با او ازدواج کرد. 3 سال و نیم با هم زندگی کردن، بعد جدا شدن. البته جدا شدن که دو تا فرهنگ متقابل بودن. خانواده شوهرش مال کاشون بودن که مال خودم ندام که برای تهران دو تا فرهنگ متضاد بودن. امیر رو دوست داشت، زندگیش هم دوست داشت، خیلی هم سعی کرد به عناوین مختلف زندگیش رو نگه داره.
همیشه میگفتش که اون جوری که مثلا من شاید مثلا به یه کسی عشق میدم، شاید اون آدم اونجوری به من عشق نده. نه چجوری میگم، مثلا شاید یه جوری توقعش خیلی نسبت به سری چیزا بالا بود از نظر احساسی عاطفی. رو این حساب شد اون از اون روابط عاطفی که شاید خود ندا دوست داشت هیچ کس نتونست مثلا ارضاش کنه. چرا کتابه؟ کتاب های ندا از جمله کتاب های ممنوعه اش را با غرور نشان دادند. سیدارتای هرمان هسه، آخرین وسوسه مسیح، 100 سال تنهایی، بلندی های بادگیر برونته. Almost all the books that she's reading are books that by nature are subversive of what the regime preaches. اینم خیلی دوست داشت تحول. Wuthering Heights is interesting to me partly, of course, because it was very dangerous. It is about love and passion and the sacredness of the profane. و در کنار بلندی های بادگیر، کتاب آزادی یا مرگ کازانتزاکیس. These books are so different, and that shows the curiosity. A mind that just wants to know, has the urge to know. آتش دانستن و به قول مادرش ایمان قوی، ندا را برای تحصیل در الهیات به اینجا آورد، دانشگاه آزاد تهران. زنان را قبل از ورود به دادگاه یا هر ساختمان دولتی بازرسی می کنند تا مطمئن شوند آرایش ندارند و پوشش مطلوب حکومتی را رعایت کردند. I went to high school in Iran, and it would happen at the high schools where they would line us up and they would inspect to see if any of the girls had makeup. They would inspect to see if you were properly dressed, if your hair was showing. And the way the women would treat you, it was awful, really. The way they would slap you on the cheek if you had makeup, or come with something and wipe their makeup off very hard and harsh. It's very humiliating for women. دختری که اسم مستعار او الهام است با ندا هم دانشکده ای بود. برای حفظ خانواده‌اش در ایران هویت او مخفی خواهد ماند. Once Neda was arguing with one of these women about her nail polish or maybe the red lipsticks she wore, and I was just arrived and I was also wearing red lipsticks and pinky high heels, which is completely forbidden in our university. And that woman was very busy arguing with Neda, and Neda wink an eye to me like, okay, go, I'm already fighting with her. And I was just sneaking from behind her, ran away and go to the university. She even started arguing much louder, so the woman put all her attention to Neda, and I was just sneaking from behind her and then ran away, go to the campus. بعد از فقط دو ترم ندا دانشگاه را رها کرد. با رشته مشکل نداشت. با بقول من حاشیه مشکل داشت. میگم مثلا میخواست بیاد اون استاد بیاد بگه خدا اینی که شما ها مثلا الان میشناسید نیست. به قول من خدای همون خدای جبار و متکبر و منتقم و مثلا یه خدای سختگیر و بد میخواست جلوه بده. این قبول نمیکرد. مثلا میگفت نه، خدای اینی که شما میگید نیست، خدا میگه مثلا اینجوری. The whole idea with this regime is that because they confiscated religion and turned it into an ideology, they deprived it of everything that makes religious humane, of everything that a girl like Neda would be attracted to. So this government, in fact, destroyed religion by claiming it and confiscating it. Young people are turning away from religion in droves because they look and see what the government is doing in the name of religion. When they mention the name of God, you say in Arabic, it's Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What does that translate to? In the name of God, the compassionate and the merciful.
It's what you say. It's what you say as you... And yet this lot have interpreted this almost as if to say, in the name of God, the bad-tempered and nasty. مادرش میگوید که ندا تصمیم گرفت کاری را پیشه کند که به او امکان سفر میداد. میگفت مامان من نمیتونم ایران زندگی کنم. اگر یک روزم به عمرم باقی مونده باشه من باید از ایران خارج بشم. رفته بود فشرده درس استانبولی یاد گرفت، ترکیه استانبولی، که بره ترکیه زندگی کنه، بره استانبول. ندا بارها و بارها به ترکیه سفر کرد، گاهی هم به عنوان راهنمای تور. در ترکیه می توانست هر چه می خواست بپوشد و آزادانه با دوستانش بیرون برود. اما در ایران فقط پشت درهای بسته آزاد بود. ندا شیفته رقص عربی بود و موسیقی پاپ غربی و ترکی. فراتر از همه موسیقی گوگوش. منو از یاد بردی ستاره ایرانی. من همون ایرانم. ندا به کلاس آواز می رفت و ترانه های خواننده محبوبش گوگوش را تمرین می کرد. در ایران زندگی کردم و دقیقاً این دوره رو زندگی کردم، همین دوره‌ای که ندا گذرونده. من هیچ گونه اجازه حضور نداشتم. یک ماه زندان بودم، 4 بار در زندان اوین بازجویی پس دادم. گوگوش سرانجام ایران را ترک کرد و دوباره توانست برای مردم بخواند. ترانه های گوگوش عمیقا به دل ندا می نشست. من همون ایرانم، من همون ایرانم. چقدر زیباست این احساس من مچ میکنه با احساس ندا. صدای اون رساتر به گوش من و همه دنیا رسید. اونم سراغش اما میگه. هرچه خانواده ندا از زندگی شخصی ندا بیشتر میگفتند، تصورش به عنوان این نماد بزرگ آوای ملت دشوارتر میشد. اینجا دختری بود که میخواست همیشه برازنده باشد. به باشگاه بدنسازی میرفت. سفت و سخت رژیم میگرفت. دختری که میخواست موسیقی گوش کند و کتابهای محبوبش را بخواند، که خودش را غرق جذابترین مد روز کند، که آرزوی رابطه عاطفی را داشت که در آن تمام عشقش را نثار کند. از خیلی جهات دختری مثل دخترهای دیگر در هر جای دیگر، اما اینجا هر جایی نبود. اینجا جمهوری اسلامی ایران است که در آن حتی پوشش آدم بار سیاسی دارد. ندا became a heroine not because she was different, but in fact she shared the same desires with millions of young girls who live around the world. They all want the same thing. آنچه ندا را از میلیون ها دختر جوان دیگر متمایز می کرد، شجاعت و توان استثنائیش بود. و سال گذشته در خرداد ماه این توان آزموده شد. رئیس جمهور تندروی وقت ایران محمود احمدی نژاد به دنبال آن بود که یک بار دیگر انتخاب شود. تمام ماجرا از ابتدا مشکوک به نظر می رسید. Most of the manipulation and fabrication have happened before the elections. Ahmadinejad had access to government resources. He went around the country and spent money like there was no tomorrow. He was paying people hundreds of thousands and millions of dollars to vote for him. Building schools here and there, building roads all over the country. And they didn't even care about finishing the roads. They just started the roads in order to get the votes. بحث آب آشامیدنی روستای سید احمد خمینی
تصویب شده امسال انشالله بهتون میدن. آقای سیادی چش مخلص شما هم هستم. اما این تنها آغاز کار بود. 475 نفر برای نامزدی انتخابات ثبت نام کردند، اما بعد از بررسی فهرست نامزدها از سوی شورای نگهبان صاحب قدرت تنها 3 نام دیگر به جا ماند. در ظاهر به نظر می رسید که هر 3 چهره های مطمئن نظام هستند: موسوی نخست وزیر سابق، کروبی رئیس اسبق مجلس و رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران. This was not a revolution in the making. This was simply an election under the rules established by the Islamic Republic. و این برای ندا و میلیون ها جوان دیگر هیچ اهمیتی نداشت. قبل انتخابات میگفت مردم سر کار. گفت اول آخرش معلومه احمدی نژاد رئیس جمهور میشه. کسی که اینقدر طرفدار داشته باشه هیچ وقت نمیذاره رئیس جمهور شه. میگفت وقتی عالم جوان پشت سر یه آدم بیان خطرناک میشه. بعد اتفاق قابل توجهی رخ داد. برای اولین بار نامزدهای رقیب در مناظره های تلویزیونی با احمدی نژاد رو در رو شدند. مناظره ها جمع عظیمی مخاطب جذب کرد. یه موش من گفتم هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارم. کار اقتصادی پولدار شد. ما وقت کار نباید. یه خاطره ارزم تمام. What those debates did was define for people what they disliked about Ahmadinejad. I mean, he came across as a deeply, deeply unpleasant character, very certain of his own position, conceited, and quite abusive to his opponents. He threatened to reveal various dossiers about Mousavi's wife. He said, shall I reveal the file? Shall I reveal the file? همزمان که کارمند بوده دو تا رشته فوق لیسانس خونده. موسوی quite rightly said, he said, this is exactly what we don't want. هر که خیر بگیرند و اذیت بکنند. بنده اومدن که این روحیه رو عوض کنم. به مردم میگم بنده روحیه رو عوض بکنم. اون چیزی که در هشت ماده حضرت امام هست برخلاف این روحیه است و بنده این حالت پرمنده سازی، سیاه کردن برنامه ها، سیاه کردن دانشجوها. I think people then realized that this was almost like a fight to the death. I mean, when the stakes became really high and they realized this wasn't just a piece of theater, they thought, well, let's go and vote. حتی پیش از پایان گرفتن اولین مناظره، مردم در خیابان جشن گرفته بودند. پونزه هم ندا خونه ما بود که هم گفتم رضا میخوای بریم اسر بیرون ببینیم چه خبره، که رفتیم با هم من و ندا، ندا که خونه ما بود، من و ندا و رضا ستایی سوار ماشین شدیم رفتیم خیابون گرد. از همونجا اتفاقا مامان زنگ زدیم، ندا به مامان زنگ زد که مامان جات خالی نمیدونی اینجا چه خبره، که مامان گفت چه دنبال من نیومدیم اون رو بده. این از اون که مثلا خیلی فضای خوب بودن وقتی فکر میکنه چی بود و بعدش چی شد، یعنی واقعا نمیدونه چی باید بگه. اما برای آن یک هفته در خرداد فضای خیابانها شاد و سرزنده بود. People thought that some changes can happen inside the country, and because of that very little change that they were hoping for, they were so jubilant, they were so happy. It was like a party scene for about 2 or 3 weeks before the elections. This smallest hope that something could change had created an enormous energy among the younger population. After the 4 years of despair that had befallen the country, we are claiming our own destinies, and that was exciting. Mr. Ahmadinejad's supporters were also in the street, and it was amazing to see how both sides respect each other's choice, that okay, this part of the street is for us, that part is for you, you know, and there were no police, no authority. But people were so good together. It was such an amazing experience for all of us. خیلی زود مشخص شد که میر حسین موسوی در میان مخالفان دولت پیشتاز است. اما همسرش زهرا رهنورد بود که به مبارزات انتخاباتی او درخشش بخشید و حتی خودش تجمعات انتخاباتی برگزار کرد. 70 میلیون مردم ایران اهانت کردید، چون رئیس جمهورشون رو خار کردید.
زنی در یک حرکت سیاسی داشت نقشی اساسی ایفا می کرد و این در جمهوری اسلامی ایران تحول بزرگی بود. 22 خرداد روز انتخابات فضا آکنده از خوشبینی بود و مردم از صبح زود عازم شعبه های رای گیری شدند. کم کم سوء زن ایجاد شد. نامزدهای رقیب اعتراض داشتند که ارتباطاتشان با تلفن و ایمیل مشکل پیدا کرده و از ورود ناظرانشان به شعب رای گیری جلوگیری شده است. ولی رفتن سه جا که رای بدن، نماینده‌های آقای کروبی و آقای موسوی و آقای مسرزای نماینده باشون، نماینده‌هاشون تو چیز نبودن، من چیز رای گیری نبودن اونجایی که رای میدادن. بعد ندو باز با اونا درگیر شد، گفت نماینده آقای موسوی کجاست؟ گفت نیستش. گفت آقای فلانی؟ گفت نیستش. گفت پس اینجا کی؟ گفت فقط نماینده آقای احمدی نژاده. ندو گفت پس معنی نداره، من نماینده ها کجا؟ گفت نه. بعد با اینا یه خود جروبس کرد. آن شب در حالی که مردم هنوز در حال رأی دادن بودند، نیروهای بسیجی به ستاد انتخاباتی موسوی در قیطریه تهران یورش بردند و مدتی بعد پرونده‌ها و اسناد آنجا را هم توقیف کردند. شواهد این واقعه به وسیله تلفن‌های همراه ثبت شد. They started a mass arrest of political activists all around the country. If you think it was a healthy election and you are the president of the country, why this? و درست دو ساعت بعد از پایان رأی‌گیری تلویزیون دولتی اعلام کرد که احمدی نژاد بیش از 60% آرای شمرده شده را به خود اختصاص داده و پیروزی چشمگیری در انتظار اوست. در نخستین ساعات بامداد روز بعد پیروزی احمدی نژاد تایید شد. 548. How did they know that he had won by 63% when they hadn't even started counting? And you know that 60% turned out to be the final result. You know, this is some kind of fortune telling. In my country still they are counting the votes not by computer or any digital device, but people see them counted. But this time, in like 6 hours, they finished. Without computer or anything, how is it possible? All sorts of things build up to a case for a serious, serious mishandling of events and a rigging of the elections. What was shocking to the population was that even the limited choice that was supposedly given to them was fake. فراتر از این انتخابات مخدوش، آنچه مردم را بیشتر تحریک کرد، حمله نیروهای انتظامی و بسیج به خوابگاه دانشگاه تهران در شب یکشنبه 24 خرداد ماه بود. یکی از مهاجمان چنان از این رفتار هراسیده بود که این یورش را با دوربین ثبت کرد و بعد این سند را در اینترنت منتشر کرد. پنج دانشجو کشته شدند، بیش از 130 نفر دستگیر و زندانی. روز بعد در یکی از بزرگترین تجمعات تاریخ این شهر مردم سرانجام به اعتراض برپا خواستند و ندا از همان آغاز در میان آنها بود. اگر خودش رأی نداده بود، خواهرش داده بود، مادرش داده بود، دوستاش داده بودند، یه جوری که شاید توهین به خودش هم حس کرد. And you could see this millions of people. I think I saw at least 2 or 3 million people on the streets of Tehran on June the 15th. They came out to the streets and demonstrated peacefully. In those 4 days, I think we really witnessed the maturity, the political maturity of Iranian people. They knew what they wanted. They just wanted the reversal of votes.
that they didn't want Ahmadinejad as their president. They said that we have to be quiet, we have to be very peaceful because we don't want the government to have an excuse to treat us violently. I could not see where the crowd started and where it ended. I was just gazing at them and said, that many people? And I got so enthusiastic, I just shouted, I love you people. I'm so proud to be one of you. I saw representatives of all parts of the societies, women who had covered themselves with the chador, girls who were more open, boys who were wearing short sleeves, men with large beards. All ages, all classes, and even religious, non-religious, all of them. We see families, or a very, very old woman I saw. She was about 90 years old. She could hardly walk, but she came. The most important part was the silence. They decided that silence would speak for them. So they didn't shout slogans, they didn't say death to this, death to that. They just held up their hands, showing the victory sign. The women's participation was absolutely exceptional. They were leading the protests. You see at the forefront of the struggle, not just modern secular women, young women like Neda, you see women wearing the veil and being very traditional, side by side with these other women. و زنان در خط مقدم بودند و جوانان. Neda symbolizes a generation that this election was all about and this green movement was all about. She was a young girl trying to get more freedom. She didn't want to take power. She wasn't looking for politics. She wasn't looking for anything other than some individual freedom and some freedom of speech, basic rights. That's why she crystallizes all those hopes and dreams that were shattered after the election. Neda هر روز در اعتراضات شرکت می‌کرد. گاهی با خواهرش، برادرش، حتی با مادرش. و در یکی از همان روزها، سه زن بسیجی به او نزدیک شدند. گفتش که چی میتونم بهت بگم عزیزم؟ به ندا گفت چی بخواد چی اینا؟ گفتش که میشه خواهش کنم بیا اینجوری نیایی بیرون، اینقدر خوشگل نیایی، فقط میخندید، یه دندونای خیلی خوشگل و مرتبی داشت، فقط میخندید. گفتش که قش قش خندید، گفتش که من خوشگلم. گفت آره عزیزم تو خیلی خوشگلی، نیا بیرون، بسیجی ها نشونت میکنن، میزنرت. دوشنبه به ما گفت، بعد گفت آخه خانم میدونی چیه، من روانشناسم. خانم به ندا گفت من روانشناسم. بسیجی ها نشانت میکنند و میزنندت. یک پیشگویی شوم و بصیرتی عمیق به درون ذهن بنیادگرایان. Because they cannot control themselves in front of a beauty. And they know that if they don't control themselves, they lose the paradise, they lose the relation to the gods. The gods don't look to their beauty, because if you look to the beauty, then the devil will come in your mind and he will give you such bad ideas about it. The whole thing in their lives is that you should control yourself. And they cannot control themselves in front of a beauty. They want to kill it. روز 26 خرداد نیروهای انتظامی و نظامی و بسیج افسار گسیخته شدند. برای از بین بردن مدارک و اسناد این عملیات، خیابانها را از خبرنگارها خالی کردند. بعضی را به زندان بردند و برخی دیگر را از کشور اخراج کردند. I was beating myself 5 or 6 times with a baton and I saw people being pushed against the wall and beaten.
The thing that made me most angry, really, was that it was absolutely unprovoked. Suddenly, in a moment, they start shooting. And there was this very young boy who got murdered a few meters away from me, and it's just, I still have nightmares about him. One person commented to me, he said, it's like the Mongols have returned, he said. You know, there is no law in this country. The anarchy and the violence being exercised in the streets didn't come from the demonstrators at all. It came from government-sponsored thugs. And beautifully, of course, this is all captured on these camera phones. تلفن‌های همراه و دوربین‌های دیجیتال مشکل عظیمی برای مقامات ایرانی ایجاد کردند. هرچند خبرنگارها از خیابان‌ها دور مانده بودند، گردش اطلاعات همچنان جریان داشت. آنچه مقامات ایرانی نفهمیده بودند این بود که مردم ایران خود شجاعت و دانش لازم را برای رساندن این اسناد به مردم دنیا داشتند. The 2009 demonstration in Iran is the beginning of the new era in the whole world, in the human history of the citizen journalism. شهروند خبرنگاری، سیلی از فایل‌های صوتی و تصویری از خیزش مردم از راه یوتیوب و سایر شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر جاری شد. You can hear screaming on one side, people running on another side. You really get that sense of being there. People were holding up the camera as if it were a sword in a way, and they really understood the sort of the rallying power of, if we can get the global community to know what is happening, that will be our greatest defense, that will be our greatest hope. وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن به سرعت واکنش نشان داد. از آنجا با دفتر توییتر تماس گرفتند و خواستند زمان برنامه‌ریزی‌اش را به نفع ایرانیان عقب بیندازد. جرارد کوهن این تماس را با توییتر گرفت. Ultimately, I remember getting an email on my BlackBerry late at night, the same day that I had contacting them, saying they worked it out and they were going to reschedule their maintenance so that they do it at a time that's convenient for Iranians as opposed to a time that's convenient for Americans. So did it in the middle of the night, Iran time. سیر پیام‌هایی که از ایران به بیرون سرازیر شده بود، واکنشی عظیم در میان جوانان دنیا برانگیخت. نسل اینترنت که از ورای مرزهای ملی با هم گفتگو می‌کنند و بر هم تأثیر می‌گذارند. این جوانان کم کم در حال خلق جامعه واحدی هستند که در آن استبداد مدام به چالش کشیده می‌شود. از مصداق‌های بارزش آستین هیپ 25 ساله. Freedom is something you have to fight for. It's not something that you wake up and it's just there. There's always someone out there who wants to control you, tell you what you can and can't do. I don't consider myself political, but what I do consider myself to be is someone who really pushes back when told what to do. And I certainly have no respect for a government that uses, you know, brutal and violent methods of controlling people. این زبانی است که ندا درک می‌کرد. The more brutal they got, the more determined I became to, you know, not give them the power to silence people. وقتی مقامات ایرانی به تکاپو افتادند تا با پارازیت‌های ماهواره‌ای و فیلتر کردن اینترنت مانع جریان اطلاعات بشوند، آستین و دوستش به مبارزه برخاستند. The first thing that we did, you know, in the immediate aftermath of the election was set up what are called proxy servers. And a proxy server, essentially, you configure your computer to use it, and then it will bounce your connection through another country. So instead of connecting from Iran directly to Facebook, for example, which they block, you connect from Iran to, say, Australia, then to Facebook. وقتی مقامات ایرانی پراکسی ها را مسدود کردند، آستین این چالش را به سطح فنی دیگری برد. You know, we sat down and thought, how can we push the Iranian government
all the way up against the wall. You know, how can we take the technology they have and use it against them? آستین سامانه‌ای به نام هیسک طراحی کرد. راهی نبوغامیز برای پنهان کردن اطلاعات رمزنگاری شده درون جریان اطلاعات رسمی دولت ایران. کمی بعد خبرگزاری‌های عمده غربی به آستین روی آوردند تا اطلاعاتشان را از ایران خارج کنند. You know, I go from being like 20 or 24 year old, like spending my time playing video games and hanging out with my friends, to all of a sudden having to maintain open communications for an entire country. به همزمان در ایران خلق حاکمیت تنگ تر می شد. 29 خرداد رهبر ایران خامنه ای با ملت سخن می گوید. از ولی فقیه که از طرف مردم ایران انتخاب نشده انتظار می رفت موضعی فراسیاسی بگیرد، نماینده خدا بر زمین باشد. اما آن روز او از این خط قرمز گذشت. خامنه ای made himself as the enemy of people by wholeheartedly supporting احمدی نژاد. ما 11 میلیون رو چجور میشه تقلب کرد؟ He said that there was no wrongdoing, vote rigging is not possible in Iran, people should go back home or otherwise I'm going to order the security forces to crush the demonstrations by any means possible. مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهای. What religious leader stands on Friday prayer in the most religious day of the week and preaches bloodshed, threatens his people with bloodshed if they come out to peacefully protest? What kind of a supreme religious leader does that? On that day, the supreme leader waged war on the nation. He virtually signed the Neda's death sentence on that day. After Khamenei's speech, it became blatantly obvious to most people that this was no longer about an election. This is not about whether the vote was rigged one way or the other. It's about whether in the 21st century, in an educated country like Iran, there is place for a God King. We live in a world where there is no place for the God King anymore. The next day, on Saturday the 20th, when people came out to the streets, they thought that there was a military regime in power. I'd never seen that many Revolutionary Guards, police, and paramilitary besiege forces on the streets in my life. It was exactly like starting a war against the people. It just made people much more angry. Till yesterday, we want reform. From now on, just withdrawal of you from the power. That's the end of Islamic Republic for all of us. Right after that, I heard for the very first time people chanting, "Death to Khamenei, our leader is a dictator, he should be removed." آن روز هر کس به خیابان می آمد حضورش محاربه با جمهوری اسلامی تلقی می شد و در معرض واکنشی وحشیانه قرار می گرفت. ندا حساب همه جا رو کرده بود. ممکن بود بگیرنش، ممکن بود شکنجه بدن، ممکن بود زندان بره، ممکن بود که کشته شد. همه اینا رو میدونست. و به خاطر همینم خب رفت، میرفت. ندا سونیم از خونه رفت، من چارونی به سنگ زدم. هر نیم ساعت به سنگ زدم. زنگ زدم گفتم ندا کجا هستی؟ گفت مامان تو امیرآبادیم، ولی قیامته. به حدی نیرو آوردم مامان، اصلا من تو عمرم همچین نیروی نیدم.
گفتم چیکار میکنم؟ گفت فکر کردی دارن ناز نوازشمو میکنن؟ خب دنبال میکنن، میزنن اینا. بعد گفتم ندا تو رو خدا بیا خونه برگرد. دوباره نیم ساعت بعد زنگ زدم گفتم ندا کجایی؟ گفت من تو چیزم آزمایش کنم. گاز اشکاور ول کردم، چشام خیلی داره میسوزه. چیز کردم دارم سیگار روشن کردم، آتیش روشن کردم، چشام نسوزه. گفتم ندا تو رو خدا برگرد. گفتم ازت خواهش میکنم ندا برگرد، تو رو خدا برگرد. اما ندا به مهلک بازگشت، همراه با معلم آوازش با آن تیشرت راه راه آبی. روی روسری اجباری سیاهش کلاه آفتابگیر بر سر گذاشته بود. دوربین های تلفن های همراه آخرین دقایق زندگی ندا را ثبت کردند و پزشکی که شاهد مرگش بود صحنه را شهر می دهد. What grabbed my attention was first she was so active, shouting death to dictator, acting, supporting others, moving around while her music teacher was trying to pull her back, but she didn't want to give up. I was really looking at her with admiration because she was a woman, a young woman, so courageous. I was dying out of fear out there, and she was just moving around, shouting, and that was why I noticed her. Then the anti-riot police took up their batons and just rushed towards the people, so people just scattered. All the streets were blocked, so people didn't know which way to go. It was a chaos. We ran and Neda was running beside me. Her music teacher couldn't run as fast as the others, so Neda turned back all the time to see if it was okay. And then we hear the blast. I turned back, looked at Neda, who was standing about a meter away from me, and I saw her looking up in astonishment and surprise at the blood that was gushing out of her chest. And I ran towards her. From my impression, she was shot in her aorta. It's the major blood vessel coming out of the heart. No one could save her. In a minute, she bled out. Her eyes lost their light. Her heart stopped beating. She stopped breathing, and I knew that she was dead. I know the footsteps of death, and when I realized that she was dead, I stood up and told her music teacher that she's dead, sorry, but he didn't want to believe. A car passing by saw the scene, stopped, and offered to help. Three or four people took her body, put her in the back seat, and the car went away with her body and the music teacher, hoping to find a hospital. 2 or 3 minutes after the car left with Neda's body, and I was still standing there in shock, I saw people pulling someone towards us who was shouting, I didn't want to kill her. By God, I didn't want to kill her. They had took off his shirt, and they were beating him, and some even wanted to lynch him. The others didn't let them do that. They said, we are not like them. We are here for non-violence. They couldn't have delivered him to the police. They were afraid that they would compromise their own identities and the police would arrest them. So there was no other way rather than letting him go, but they took his ID cards so that they could later identify him and deliver him for justice. تا امروز مسئول قتل ندا معرفی نشده است. ترسی از این چیزا نداشت. ولی اینکه قاتل حالا اگر پیدا بشه، اینا پیدا نمیشه. قاتلش پیدا نمیشه. اگر غیر دولتی بود شاید پیدا میشد، ولی چون دولتیه پیدا نمیشه. ندا روز بعد به خاک سپرده شد.
اما مقامات به هیچ وجه اجازه برگزاری مراسم ختم رو ندادند، چه در مسجد و چه بر سر مزارش. صورتشو باز کردن، خوشگل مثل یه فرشته. ماما اینقدر قشنگ شده بود لبخند خوشگل رو لبش. فرشته ماما اینقدر قشنگ شده بود لبخند خوشگل رو لبش. دیگه دیدمش. It's astonishing how the government is afraid of a simple funeral ceremony. She wasn't shot by their agents. Why didn't they let the family do what they wanted to do with the body? The objective of killing is to make you invisible. And if once you're dead, you're still visible, and the sadness of your parents is witnessed, the whole purpose of killing you is defeated. و هرچه ندا و مرگش توجه جهانیان را به ادامه خشونت و سرکوب در ایران بیشتر معطوف می کرد، حاکمیت ایران مذبوحانه تر می کشید تأثیر ندا را خونسا کند. اول خبرگزاری رسمی ایران اعلام کرد که ندا آقا سلطان نمرده و زنده و سرحال در یونان زندگی می کند. Next, the ambassador of Iran in Mexico said in an interview that she was shot by the CIA agents. Are you seriously accusing the CIA of killing Nida? The bullet that we found in her head was not the bullet that you could find in Iran. 2 days later, the Iranian state media said that she was shot by the BBC correspondent in Iran. Then the head of national TV said that we have studied the video and it's fake, and this thing has never happened. در روایت بعدی ندا مرده بود، اما قاتل دکتر حجازی بود، مأمور سرویس مخفی بریتانیا. It's laughable, isn't it? It's laughable that they think that they can get away with these lies. First it was the CIA, then it was this, then it was... It is unbelievable. تلویزیون رسمی ایران با پخش مستندی درباره این ماجرا کار را به اوج رساند. How did Neda Aga Sultan really die? پرس تیوی که مقرش در تهران است پیامش را مخابره کرد. According to the documentary, forensic evidence and statements by security officials show Neda was not killed in the way shown by Western media. این خبرنگار ادعا کرد که ندا بازیگر بوده و خون مصنوعی بر صورت خودش ریخته، اما بعد به دست همراهانش کشته شده. It says Hejazi and Neda's music teacher are members of a team that carried out the plot. They build up lies over lies over lies over lies and nobody believes them. That's the fact. Even they themselves don't believe what they're saying. اما هرچه بیشتر سعی می‌کردند تأثیر ندا را تضعیف کنند، نام او بیشتر تنین انداز می شود، چه در داخل و چه در خارج ایران. پاریس 30 ژوئیه، 40 روز پس از مرگ ندا، مراسم یادبود ویژه‌ای برگزار می شود. هر شمع نماد یکی از جانباختگان است و همه این کشته شدگان در روز 40 ندا گرامی داشته.